درود محمد تماسبی هستم با یکی دیگر از قسمت های گرداتش در خدمت شما هستم دو روز پیشی که از دوستان تماس گرفت همون اول کار گفتم حالت چطوره گفت حالت چطوره و زهر مار کرونا گرفتم از این دوست عزیز مومو اندلر ان در مورد تجربهش پرسیدم گفت که روز اول سردرد خیلی شدید و سرگیجه داشته و وقتی که تست میده تستش مثبت میاد اما روزهای بعد صرفا تب داشته و حتی تنگی و نفس و اینها هم نداشته و البته بعد از چند روز خواهش حس بویایی حالا دلیل اینکه این, این خاطره رو اینجا بازگو می کنم این ماجرا رو اینجا بازگو میکنم این هست که این دوست ما توصیه ویتامین دی رو جدی گرفته بود و با اینکه کاری داره که به اصطلاح همیشه پشت میزی هست بیرونم که هست روی کت و شلوار در حال پخته شدن هست رافتاب آفتاب به جای ویتامین دی گرفتن اما این تجربه این احتمال رو قوی تر میکنه که گرفتن مکمل های ویتامین دی هم فوایدی میتونه داشته باشه اول اول نور آفتاب نور آفتاب به جز ویتامین دی کارکردهای دیگری هم داره که حالا ویتامین دی رو ما داریم روش تمرکز میکنیم و برای بدن ضروری هست اما اگر سبک زندگی طوری بود و واقعا دریافت ویتامین دی از طریق نور خورشید ممکن نبود کافی نبود به عنوان به اصطلاح پلن بی میتونیم به مکمل های ویتامین دی فکر بکنیم با جدی گرفتن سلامت خودمون اهمیت به رژیم غذایی خودمون و جدی گرفتن این مسئله ویتامین دی ادعا نمی کنیم که میتونیم از ابتلای به بیماری جلوگیری بکنیم ولی به احتمال خیلی زیاد میتونیم دست کم صد قوی رو در برابرش بسازیم و حتی اگر هم مبتلا شدیم از عوارض کمتری رنج ببریم. با وجود اینکه توی لهستان که زندگی کنم آفتاب آنچنانی نیست ولی روزایی که آفتاب هست قدر میدونم مثلا دیروز آفتاب بود و حسابی توی پارک اسکیت سواری کردم و خب امروز یه ها دیدیم که ورق برگشت و بارونی شد البته تا اصر یکم هوا بهتر شد که باز رفتم اسکیت سواری تا میتونید از نور آفتاب بهره ببرید تا میتونید از راه طبیعیش اگر که نشد از مکمل برای حالا تا حدی در امان بودن میتونیم استفاده بکنیم این مبحث روز بود که بهش اشاره کردم و یه خاطره اخیر بود اما موضوع اصلی این قسمت داستان آشنایی خودم با رژیم کتوژنیکه و اینکه به تدریج چه تغییراتی رو توی رژیمم از زمانی که با این رژیم آشنا شدم دادم و هر کدوم از این تغییرات چه تغییراتی رو توی زندگی من ایجاد کرد هم این قسمت و هم دو یا سه قسمت آینده بستگی داره که زمان ضبطشون چقدر بشه و به چند بخش تقسیم بشن تصمیمم بر اینه که مطالب رو طوری ارائه بدم که اگر بخواید رژیم کتوژنیک رو به صورت خیلی ساده به کسی توضیح بدید به هر کدوم از این قسمت ها رجوع کنید اشتباه نکرده باشید. این دو قسمت عمده که طراحی شدن به صورت داستانی و به صورت یه بازی فکری، بازی ذهنی طراحی شدن و توی این دو قسمت قصدم اینه که اصطلاح تخصصی به کار نبرم، اصطلاح پزشکی به کار نبرم و به توضیح جزئیات نپردازم بلکه با گفتن داستان آشنایی خودم با شهر تغییراتی که توی زندگی خودم ایجاد کردم با بیان این تجربه شخصی یه تصویر روشن رو از این رژیم بهتون ارائه بدم این که بگم چه غذاهای اول کار میخوردم و به تغییرات توشون ایجاد کردم خیلی بهتر از اینه که بگم چربی بخورید پروتئین در حد متعادل بخورید و کربوهیدرات نخورید چون که اگر مثل من باشید شاید خیلی تعریف کربوهیدرات رو ندونید اگر یه نفر متخصص تغذیه باشه تبیت بدنی باشه پزشک باشه خیلی راحت اینا رو میشناسه فقط کافی همین واژگان رو بهشون بگیم تا ته خط رو میرن اما برای کسانی که پیشینه علم تغذیه ندارن و خود منم اول راه دقیقا همین جور بودم دو سال پیش بهترین راه مثاله و هیچ چیز بهتر از مثال رژیم رو روشن نمیکنه. یه چیزی هم که برای من خیلی اهمیت داره اینه که به بقیه بتونم نشون بدم که این رژیم رژیم محدود کننده ای نیست. و اگر هی بگیم این غذا رو بخورید اون غذا رو نخورید ذهن شما با یه قید و بندهایی مواجه میشه که حزم این رژیم واسهش سخت میشه. مثلا ممکنه پای بحث ما کتوژنیکی یا بشنید بگیم که مثلا فلفل های دلمه همشون خوبن قرمز و سبز خوبه بجز زرد مثل سوهان، حاج، قاسم و پسران جز حسن نامرد و این خیلی میتونه گیش کننده باشه این حرف درستی از واقعا فلفل زرد، فلفلی هست که توی رژیم کتوجنیک نمیشه مصرف کرد اما یه مسئله هست اول اینکه خود من اینو تا دو هفته سفته پیش نمیدونستم توی کتاب دکتر برنستین را حل دیابت باش آشنا شدم اگه یادتونم باشه من دکتر برنستین رو اسمش رو میگفتم دکتر برنستاین ولی توی یکی از کلیپ های خودش دیدم که خودش میگه سلام من دکتر برنستین هستم اینم یه شاهد دیگه هست بر این قضیه که یادگیری امر مداوم و بی پایانه همیشه ما چیزهای جدید یاد میگیریم و مسئله دیگه این هست که به شرط اینکه اصول اساسی رو رعایت بکنید اصولی که رعایتشون ضروری هست رعایت بکنید حالا فلفل زرد هم مصرف بکنید حتی خیلی غذاهای قنددار رو هم مصرف بکنید در آغاز رژیم کتوژنیکتون که هنوز ممکنه محتوی قند... قندی خیلی از چیزها رو ندونید محتوی کربوهیدراتی خیلی چیزها رو ندونید ولی بله اون قندای خیلی مضر رو حذف بکنید اون مواد غذایی رو که قند خیلی سرشار و زیادی دارن حذف بکنید حالا یه دو جا هم خطا بکنید مشکلی نداره اصلا چندین جا هم خطا بکنید اشکالی نداره حالا اینکه با غذاتون فلفل زرد بخورید خیلی از میوه ها رو به اشتباه مصرف بکنید خیلی از مواد لبنه رو به اشتباه مصرف بکنید که توی رژیم کتوژنیک اصولا مجاز نیستن آسمون به زمین نمیاد به شرط اینکه اصول اساسی و مهم و حیاتی رعایت بشه یه قانونی هست که خیلی همون باش آشنا هستیم قانون پارتو این که اسمش رو از یک دانشمند و فیلسوف و جامعه شناسه و چند تا چیز دیگه شناس ایتالیایی میگیره قانون پارتو میگه که 80 درصد نتایج از 20 درصد اقدامات منتج میشن یعنی ما باید تلاش و تمرکز خودمون رو معطوف بکنیم روی اون 20 درصد مهم و 80 درصد پیشروی ما حاصل از همون 20 درصد مهمیه که انجام میدیم توی این قسمت مشخص میشه که چه چیزایی از همه مهمتره چه چیزایی رایتشون بزرگترین تغییرات رو در جهت مثبت ایجاد میکنه پس ما باید یه تصور کمالگرایانه رو حذف بکنیم فکر نکنیم که حتما باید همه اصول رو بدونیم بعد تازه رژیم رو شروع بکنیم مهم این هست که ما اصول مهم رو بدونیم و اونا را رعایت بکنیم به تدریج توی زندگی خودمون بگنجونیم و همین جور که جلو میریم به صورت پیوسته تغییر ایجاد بکنیم این امام جمعه ها اول سخنرانیاشون میگن که اول خودم را و بعد شما را توصیه میکنم به تقوای الهی حالا منم این حرف رو که میزنم اول خودم را توصیه میکنم این حرف بیشتر مخاطبش خودم هم چون که خیلی روی کرده کمالگرایانه ای دارم که بسیار سنگ بزرگی رو جلوی پای من میذاشته هم میشه و ممکنه شما هم با این قضیه مواجه باشین که این کمالگرایی برخلاف اسمش که ممکنه یه برداشت مثبت ازش بشه کلا یه ویژگی مضر هست حتما روش شروع من توی این رژیم بهترین روش نیست و مهمترین چیزایی که مهمترین درسی که از این داستان من میتونید بگیرید شاید اشتباهاتی باشه که کردم چون که من نتایج خوبی رو از همون روزهای اول گرفتم علا رغم اون اشتباهات. داستان علاقه من به رژیمای غذایی از اینجا شروع میشه که خودم با مشکلی که خیلی از ماها باهاش درگیریم مواجه شدم. مشکل چاقی. توی سنین نوجوانی، کودکی و تو نوجوانی توی کل زندگی مشکل چاقی نداشتم اما وقتی که مثلا 20 سالم شد به تدریجی چربی های کنار شکم تشکیل شدن یه چاقی خفیف ایجاد شد که اول شاید فقط خودم متوجهش می شدم و از روی لباس معلوم نبود همینجور که سنم بالاتر و بالاتر می رفت فعالیتم هم کم می شد از سن 25 سالگی به بعد این چاقی به تدریج توی بدن و صورت من هویدا شد دیگه لباسم پوشش و ای بر این راز نبود شروع کردم به گوش دادن به توصیه دوستان و رعایت توصیه های مختلف که خیلی از این توصیه های توی انگلیسی میگن مینستریم توی فارسی شاید جریان اصلی ترجمه شده باشه من منظور همون توصیه های رایج هستن که بسیار هم پذیرفته شدن اینها رو رعایت میکردم اما تغییر رو ایجاد نمیکرد و اصل قضیه هم به خاطر این ایج... به خاطر این به وجود اومده بود که من توصیه های رایج رو گوش میکردم از چربی حذر میکردم سعی میکردم حذر بکنم به جای اون سعی میکردم غذاهایی که کربوهیدرات بالایی دارن بخورم غذاهامو به جای اینکه توی سه که خیلی معمول ما ایرانیا هست بخورم تقسیمشون میکردم به پنج واحد من همه اینها رو داشتم امتحان میکردم اما تغییر رو متوجه نمیشدم و گفتم شاید بهترین کار برای اینکه علم خودم رو در مورد تغذیه بالاتر ببرم و آگاهی بهتری نسبت به غذایی که میخورم پیدا بکنم چطوره برم سراغ گیاهخواری و همین مطالعه در مورد گیاهخواری بهانه ای بشه برای مطالعه بیشتر و همچنین تصورم این بود که با دنبال کردن رژیم گیاهی چون که ورودی غذایی من ورودی انرژی من بر اساس کالوری کمتر میشه لاغری هم خود به خود به دست میاد که تصور اشتباهی بود البته الان اگر که بخوام به گیاهخواری برگردم یه اشتباهاتی رو که اون زمان میکردم نمی کنم اما به هر حال این تصور تصور اشتباهی هست که صرف غذای گیاهی خوردن سلامت ما رو بهبود میبخشه اما هدف دیگم که آشنایی بهتر با اصول تغذیه بود از طریق این تجربه یک سال و دو ماه شاید قبلا گفته باشم یک سال, یک سال و سه ماه اما تجربه من از گیاهخواری یک سال و دو ماه بود توی این یک سال و دو ماه خیلی چیزا رو در مورد تغذیه به تدریج یاد گرفتم و رژیم تنها هم نبود این حول و حوش 26 سالگی و 27 سالگی من بود و اوج چاقی من هم توی همین 27 سالگی به وجود اومد زمانی که بیش از 87 کیلو یعنی 87 تا 90 یه چیز متغیر بود وزن من تا این حد افزایش پیدا کرده بود یکی از معضلاتی که توی دوره یا خاری من باش مواجه بودم گرسنگی مکرر بود. مسئله دیگه این بود که من در کنار این رژیم ورزش هم میکردم و به صورت بسیار منظم و با صرف اراده بسیار خودم رو خانه میکردم که برم باشگاه برم بدوم. و خیلی هم خوب اینها رو یادداشت میکردم، سعی میکردم همیشه زمان دویدنم رو بیشتر بکنم توی همین وزن مثبت 87 حتی 45 دقیقه هم میدویدم حالا مشکلات تنفسی داشتم خیلی مواجه بودم با این مسئله که گلو درد میگرفتم گلون چرک میکرد مرتب دچار سرماخوردگی میشدم علا رغم اینها من سعی میکردم در اولین فرصت که یکم بهبودی مشاهده میشد به ورزشم ادامه بدم دو تجربه جالبی بود توی همون زمانهای پروزنیمم هم، سنگین وزنیمم شاید شروعش سخت بود ولی وقتی که شروع میکردم به دویدن همیشه یه حس خوبی داشتم و فکرهای خوب به سراغم میومد و این فکرهای خوب بیشتر منو ترغیب میکردن که این دور رو ادامه بدم اما به حال مسئله این بود که من وزنه سنگینی رو که خود بدن خودم بود باید به حرکت در آوردم که کار بسیار سختی بود و همین باعث می شد که نیاز به قدرت ارادی زیاد باشه برای اینکه خودم رو راضی بکنم برم بدوم یا برم باشگاه وقتی هم که خودم رو وزن می کردم توی باشگاه خیلی تغییرات جزئی بود از بس که من از این عددهایی که روی ترازو ظاهر می شد ناراضی بودم خیلی کم رقبت میکردم که روی ترازو برم نکته مهم این بود که با روی آوردن به گیاهخواری وزن من عموما یه سیر افزایشی رو داشت و به 89 90 هم گاهی می رسید همیشه مثبت 87 بود توی اون دوره های آخر گیاهخواری پس هم وزنم افزایش بده کرده بود هم مرتب گرست نمی شدم همیشه باید یه کشمشی گردویی چیزی در کنارم می بود یا میوه می خوردم و مرتب باید غذا می خوردم که سیر بمونم خیلی سریع یعنی به فاصله شاید دو سه ساعت من گرست نمی شدم توی اون مدت به خاطر کارای سفارت و اینها باید خیلی به تهران سفر می کردم و یکی از دوستانی که توی تهران پیشش میموندم موندم آقا سجاد یه گربه هم داشت شاید توصیه های غذایش هم بیشتر تحت تأثیر همین گربه بود که داشت ولی خب توصیه خیلی جالبی کرد و همون زمانی که گیاهخوار بودم و پیشش میرفتم و اینها در مورد این گفت که رژیم های هستن بر اساس پروتئین با افزایش پروتئین کاهش وزن ایجاد میکنه این یکی از تلنگرهای اولیه بود که من با این فرضیه آشنا شدم مدت کوتاهی بعد از اون که دیگه نتایج خوبی رو نگرفته بودم و یه سری خستگی ها و دلزدگی ها از این رژیم برام به وجود اومده بود یه روز که حالا دچار سردرد ممتدیم شده بودم رفتم یه دست پلو جوجه گرفتم با البته نوشابه ولی با همه خطاهایی که این غذا داره با سیری ماناری رو پیدا کردم سردردم برطرف شد و دوباره شروع کردم به گوشت رو در غذا لحاظ کردن هنوز به اون قسمت آشنایی من با رژیم کتوژنیک هم نرسیدیم اما با این تغییر سیری من بهبود پیدا کرد اما وزن من آنچنان تعریفی نداشت یکم وعدههای غذاییم بهتر شده بود خیلی مثل قبل گرسنه شدم یه پیشرفت جزئی پیدا کرده بود مدت کمی مثلا یک ماه دو ماه پس از پایان گیاخاری، تجربه گیاخاری من به لهستان سفر کردم برای ادامه تحصیل و یه مشکل نوظهور برای من این بود که صبح باید یه انجیری چیزی کنارم می بود که از تخت میتونستم بیام بیرون و فکر می کردم که راه حلشو رو پیدا کردم من باید یه ماده قندی بخورم که بتونم از تخت بیام بیرون برای اینکه توی کلاس شرکت بکنم از مواد قنددار زیاد استفاده میکردم چون که برحال همیشه میگن چی؟ میگن که سوخت مغز قنده ما باید قند مصرف بکنیم تا مغزمون بتونه کار بکنه ولی این قضیه حقیقت کامل نیست ما اگر قند هم مصرف نکنیم بدنمون برای هر فعالیتی که ضرورت داشته باشه میتونه از همون گوشته که میخوریم هم قند تولید بکنه از همون پروتئینی هم که میخوریم قند تولید میکنه خلاص اینکه سعیم این که سعی همین بود که دانشجوی خوبی باشم سر کلاس حضور متمرکزی داشته باشم و فعال باشم مرتب قهوه میخوردم صبحونه یه ساندویچی چیزی میگرفتم بعد علا اینکه این که صبحونه خورده بودم طرف های زور بعد از یه کلاس گرست نمیشد بعد میرفتیم غذاخوری دانشگاه اونجا هم غذا میخوردم قهوه میخوردم یه چیزکیکی داشت غذا خوری دانشگاه که من خیلی علاقه شدیدی بهش داشتم و همیشه اونو با غذا میخوردم کلی هم خرج غذا میشد به حال چون که صبحونه رو خب از بیرون گرفته بودم یه ساندویچ چیزی معمولا غذا رو هم باز توی دانشگاه باید میخریدم بعد یه کلاس دیگه هم داشتم دوباره باید بعدش نوشیدنی چیزی مصرف میکردم مثلا فکر میکردم که آب میبو اینها خوبه و اینها رو مصرف میکردم که به خیال خودم تمرکزم بیشتر بشه و مدام با مشکل کمبود تمرکز، نیاز به قهوه زیاد، خوابالودگی سر کلاس، خستگی خیلی سریع از کلاس‌ها مواجه بودم. مخصوصا ماه‌های اولی که توی لهستان بودم، هنوز با کشور و شهر خیلی آشنا نشده بودم. تازه داشتم راه و به کلاسهای مختلف توی دانشگاه را یاد می‌گرفتم و هنوز وقت اون رو پیدا نکرده بودم که باشگاه ثبت نام کنم یه دو سه ماه که گذشت تعطیلات کریسمس و سال نو که بود رفتم سراغ اینکه دیگه یه باشگاه اولین باشگاهی رو که پیدا میکنم برم اونجا ثبت نام بکنم یه مقایسه قیمت خیلی جزئی و مختصری هم کردم و خلاصه کلید باشگاه رفتن رو زدم چون تون اون دوباره وزن من بهبودی نداشت و با وجود افزودن گوشت به غذا هم پیشرفتی نکرده بودم میدونستم که یه جای کار میلنگه و بیشتر هدفم این بود که باشگاه رو برم که دوباره تمرکزم رو روی خودم و سلامت خودم و وزن خودم بیشتر بکنم همزمان با اون به لطف فیلتر نبودن یوتوب اینجا جستجو کردم در مورد رژیم های غذایی مختلف و همینجور حاصل این بررسی ها این شد که رسیدم به رژیم کتوجنیک اول نکاتی رو یاد گرفتم از رژیم کتوژنیک که فهمشون ساده بودن تو همون دوره گیاهخواری متوجه این قضیه شده بودم که قند یعنی چی و قند ساده یعنی چی و یه توضیح خیلی سر دستی و اتفاقا خیلی به درد بخور در موردش این هست که اگر غذای شیرین باشه قند داره و هرچی این شیرینی بیشتر باشه قندهای ساده بیشتری داره این توضیح خیلی ساده ای هست که خیلی هم به درد میخوره صد درصد در درست نیست اما خیلی به درد میخوره پس من فهمیدم که برای دنبال کردن این رژیم باید اون چیزایی که به صورت مهرز شیرین هستن و توی تیر رسم هستن همه اونها را حذف بکنه اصل اساسی رژیم کتوجنیک افزایش چربی حتی نیست با وجود اینکه این, این یه رژیم پرچرب هست مهمتر از اون کاهش قنده و اصلی ترین نتیجه رو ما زمانی میگیریم که قند رو حذف بکنیم همینجوری که ما اصول دین دین داریم امروز گم می‌کنم یکم رفتم منبر اصول اصل اولی اولی حذف قند ساده است و دونستن این چه تغییر رو توی من ایجاد کرد هر قند ساده ای رو که توی تیر رسم بود و بهش آگاهی داشتم حذف کردم اول چیزای ساده وقتی که میرفتم فروشگاه دیگه کیک نمیگرفتم به خیال اینکه وقتی که گرسنم شد قندم افتاد سر کلاس میتونم یکی از اون کیک ها بخورم به اتفاقا همین چیزای جزئی رو که حسب می میکردم خیلی از خرج هم کم میشد مربا داشتم صبح مثلا کردم و مربا بعضی وقتا میخوردم میدونستم مربا شیرینه پس قند داره مربا رو حذف کردم اگر بیرون میخواستم غذا بگیرم سعی میکردم غذاهای گوشتی بگیرم و در کنارش مثلا اون و مثلا اگر توی غذا خوری دانشگاه غذا میخوردم همون غذای قبلی رو میخوردم اما کیک رو حذف کردم نوشابه رو حذف کردم اگر میرفتم مکدونالد همبر میگرفتم درسته که نونش رو میخوردم و احتمالا فکر میکنم همون اوایل هنوز نمیدونستم که سیب زمینی رو نباید خورد اون فرنج فرایزی هم که کنارش بود میخوردم اما از همون هفته اول میدونستم که نوشابه قند داره خیلی تشخیص این واسم ساده بود اگر کباب ترکی سفارش میدم این کباب ترکی هم که میدونی هر جای دنیا باشید انگار مکدونالد و کی که همه جای دنیا پیدا میکنید این کباب ترکی هم همه جا پیدا میکنه اوایل که کباب ترکی سفارش میدادم نمیدونستم که نون کربوهیدرات بالایی داره سیب زمینیش کربوهیدرات بالایی داره و اینها و اینها رو با همون نونو سیب زمینیش میخوردم احتمالا میدونستم سس کچاپ قند داره به خاطر همین مثلا سس سیر و اینها سفارش میدادم و با وجود این که من همچنان نون میخوردم تا اونجا که یادمه لازانیا هم میخوردم یا غذایی که مثلا اگر موقع سوخاری توی دانشگاه بود با وجود این که توی پختنش از آرد استفاده میشه و اینها اون رو هم میخوردم تا جایی که ذهنم یاری میکنه پیتزا هم میخوردم اما خب همینجور که گفتم نوشابه رو کامل حذف کرده بودم سز کچاپ رو نمیخوردم همین یه تاثیراتی داشت و به جای اینکه هر پیتزایی سفارش بدم پیتزای گوشت سفارش میدادم سعی میکردم گوشت بالایی داشته باشه میوه رو حذف نکرده بودم اما میوههایی که خیلی شیرین بودم میدونستم که خندشون زیاده مثلا انگور رو حذف کرده بودم موز رو حذف کرده بودم یه سیبایی بودن که من این سیبا رو خیلی دوست داشتم سیبای سبزی بودن که ترش بودن نمیدونم حالا اسم خاصی دارن یا نه این رو نمیدونستم که قند بالایی داره و حسفش نکرده بودم و تا مدت ها که توی این رژیم بودم همچنان از این سیب استفاده می هر وقت که گرست نمی لبنیات رو هم همشون رو مصرف می کردم اما یه چیزی رو که بهش توجه می این بود که از میون کمچرب و پرشب قبلا اشتباه میکردم کمچرب میگرفتم از بس که تبلیغ کرده بودم چیزایی کمچرب بخورین با سلامتتون بهتره ولی از اون موقع حتی اگر شیر هم میگرفتم پرچربش رو میگرفتم نهایت پرچرب اینجا در درسله ماست میگرفتم پنی رو هم انواعش رو میگرفتم یه توفیق اشباری اینجا نون و برنج به نسبت ایران خیلی گرونتر هست مخصوصا برنج این توفیق اجباری به وجود می اومد که مصرف اینا نزدیک به صفر باشه با وجودی که هنوز از محتوی قندیشون آگاهی زیادی نداشتم یه توفیق اجباری دیگه هم این بود که به خاطر عدم تحمل لاکتوز خیلی نمیتونستم شیر بخورم پس شی... مصرف شیرم هم حداقل بود ماست و پنیر رو هم بدونی که برچسب به روشون رو چک بکنم همین که میدیدم چربیشون سونیم درصد و اینها هست پر چربند تمام چرب هستن طبق استانداردهای اینجا اینها رو میگرفتم توی این چیزی که گفتم خیلی نکات رعایت نشده بودن اما همین قضیه که من قندهای ساده رو حسب کرده بودم و قندهایی رو که توی تیررسم بودن حسب کرده بودم باعث شدن که من سیری بسیار ماناتری داشته باشم کمتر گرسنه بشم کمتر نیاز به قهوه پیدا بکنم تمرکزم سر کلاس بیشتر باشه کمتر خواب آلوده بشم و از همون هفته اول شروع کردم به وزن کم کردن برای اولین بار می دیدم که روی ترازو که میرم به جای اینکه همیشه یه عدد بالای 87 کیلوگرم باشه الان یا هشتاد هفته یا هشتاد و و نیمه و این گام گام بسیار بزرگ واسه بس من محسوب می شد اگه یه باشه گفتم که صبح که بیدار می شدم اوائلی که اومده بودم اینجا دانشگاه تا یه ماده قندی نمی خوردم نمی تونستم از توی تخت بیام بیرون اما حالا دیگه نیازی به ماده قندی نبود صبح که بیدار می شدم عموما اصلا احساس گرسنگی نمی کردم تا اینکه حالا ظهر بشه یا توی دانشگاه غذایی بخورم یا کبابی سفارش بدم یا چهار تا تخم پس میکردم با خودم میبردم این میشد غذای من اگر قبلا طرف های ظهر میرفتم غذاخوری دانشگاه و بعد بعد از کلاس بعدی هم باید میرفتم یا آب میوه چیزی میگرفتم یه دوباره غذا سفارش میدادم دیگه اون غذای بعدی رخ نمیداد و معمولا یه ماستایی بود روبروی خوابگاهمون که این ماستا یونانی بودن بزرگ بودن و هر وقت گرسنه شدم اون ماستا رو می خوردم با یه مقدار از اون سیب که اون سیب ترشی که دوست داشتم و اینها رو برای رفع گرسنگی می و اینها قندهای بالایی داشتن و تا مدتها توی رژیمم مصرفشون می اما باز داشتم نتیجه می پس بدن من حتی منتظر کیتوسیس کامل هم نبوده بدن من بیچاره منتظر این بوده که من یه باری را از دوشش بردارم اگر قبلا فکر میکردم حالا که رفتم ورزش باشگاه رفتم و اینها خیلی هنر کردم میتونم با وعدام نوشابه بخورم همین که نوشابه رو حذف کردم بدنم کلی از من تشکر کرد کلی چربی های اضافه رو آب کرد سیری مانا داشت و سیری مانا در چه حد در این حد که همین که گفتم صبح که بیدار میشتم گرسنه نبودم این کمترینش بود هی بهمون به میگن دست کم سه وعده غذا بخورین سه وعده رو نه بکنینش پنج وعده وعده های بیشتر اما کوچیکتر داشته باشید غافل از این که ما یه حس داریم یه حس خیلی ساده به اسم حس گرسنگی ما با تکیه بر این حس میفهمی که بدنمون چه زمانی انرژی کم داره چه زمانی غذا نیاز داره چه زمانی غذا نیاز, نیاز نداره اگر صبح بیدار میشیم غذا نمیخوریم خب اون صبحونه رو نمیخوریم به محض اینکه احساس گرسنگی کردیم غذا میخوریم بعد از اون وعده اگر احساس گرسنگی نکردیم حتی تا زمان خوابیدنمون هم طول کشید این سیریه غذای نیازی نیست بخوریم اصلا هیچ سختی هم احساس نمی کنیم اگر هم که احساس گرسنگی کردیم خیلی ساده بدونی که سختی به خودمون بدیم غذا میخوریم من روزای اول با وجود اینکه همه اصول رو نمیدونستم انقدر سیریم بهتر شده بود که به یه وعده یا دو وعده غذاهام خلاصه میشد و این روزها به طور کلی از زمانی که قلق رژیم به اصطلاح خوب به دستم اومد معمولا روزام اینجوری بوده که یه وعده غذا خوردم یا دو وعده بدون هیچ گونه احساس گرسنگی همین حساب کنید که چقدر زندگی ما رو راحت میکنه نمیخواد نگران گرسنه شدن یهویی باشیم به جای اینکه گرسنه شدن ما فعالیت هامون رو تعیین بکنه ما میتونیم روزمون رو بر اساس فعالیت هایی که میخوایم انجام بدیم برنامه ریزی بکنیم و این اتفاق از همون روزهای اول توی رژیم من افتاد و تا به امروز هم چنین بوده علاوه بر اون درست ما غذاهای گوشتی میخوریم غذاهایی که شاید به چشم گرون بیان اما یک مقدارش کمتره دو تعداد وعده کمتره و به خاطر اینکه همیشه در حال خوردن نیستیم در حال خوردن اسنک هایی که اتفاقا قیمت پایینی هم دارن ولی اینقدر تعدادشون زیاده که قیمتش قیمت کلش خیلی میره بالا خرجمون کلا کم میشه به مراتب وقتی که میریم خرید هزینه خورد و خوراکمون میاد پایین این هم دیگه از مزایای رژیم بجا سلامت همین که میوه‌های شیرین نخوردم همین که چیزای کم چرب نخوردم همین که مصرف تخم مرغ رو بردم بالا مصرف گوشت رو بردم بالا کره رو بردم بالا باعث شد که تمرکز و وزن و هوشیاری و عدم خواب آلودگی من بسیار به صورت قابل توجهی بهبود پیدا بکنه یه تجربه دیگه که شاید یکم مایه تعجب بشه این هست که حتی سلامت دندون من هم بهبود پیدا کرد با این رژیم توی همین مراحل اولیه من اوایل باید همیشه دهانشویه با خودم می بردم کلاس همیشه دهانشویه با خودم داشتم چون که یکی از دندونای فک بالاییم درد می کرد معمولا که حالا نمیدونستم مشکل از سینوسه یا مشکل از یا مشکل از خود دندان هست که بعدا برام مشخص شد که از هر دو جهت مشکلاتی بوده که به تدریج برطرف شدن اگه سماشه تو توی کتاب های دینیمون نوشته بود که اگر یک گام به سوی خدا برداریم خدا دو گام به سوی ما برمیداره به سمت ما برمیداره بعدا هم دقیقا همینجور شما یک گام در جهت بهبودش بردارید اون دو گام به سمت شما برمیداره خب من داشتم نتیجه میگرفتم بیشتر تحقیق میکردم بیشتر رژیممو رج... بهبود میدادم و توی حول و ماه فوریه بود یعنی خیلی مدت کوتاهی بعد پس از آشنایی نسبیم با رژیم کتوژنیک بود یه سفر ایتالیا پیش اومد با دو تا دوست چینی که داشتم مگه میشه آدم ایتالیا بره اما مثلا پیتزا، اسپاگتی، مکرونی، پانینی و تیرامیسو و غذاهای شیرین مانند این رو نخوره اصلا تجربه سفر کامل نخواهد بود انگار که شما اون شهر و اون کشور رو درست تجربه نکردید توی این سفر یکم بیشتر دستم اومده بود که چه غذاهایی مجازن چه غذاهایی مجاز نیستن اما به خودم اجازه امتحان غذاهایی مثل پیتزا و لازانیا و حتی تیرامیسو و اینها میدادم اما کاری که میکردم این نبود که هر روز یکی از این خلاف ها رو انجام بدم همه خلاف ها رو جمع میکردم توی یه روز انجام میدادم روزای دیگه غذاهایی که تو میخوردم تو مدت این سفر که تقریبا دو هفته بود خب طبیعتا هیچ دسترسی به باشگاه نداشتم با وجود اینکه ورزش من محدود به همین راه رفتن و دیدن از جاهای مختلف بود تغذیه درست انقدر اثر داشت که وقتی که از سفر برگشتم و یکم بعدش کلاسامون شروع شد وقتی که هم کلاسی هم منو میدادن همهشون متعجب شده بودن که چه جوری من این همه وزن کم کرده بودم حالا دیگه میرفتم روی ترازو برای اولین بار وزنم به 85 رسیده بود یعنی تا 85 منده پایین یا حتی به وزنی پایین تر از اون میرسید همین کیلو کیلو که کم میشد انگار وزنه از روی دوش من برداشته میشد و من بهتر ورزش میکردم چون که سباک بال شده بودم دقیقا همینجور که گفتم انگار وزنه ای رو از روی دوش من برمیداشتن سرعت دوی من همینجور که وزنم کم میشد بهتر و بهتر از قبل میشد و حالا دو شده ورزش مورد علاقه من دیگه باشگاه و نمیرم و ورزش اصلی من بیشتر همین دو هست چون که خیلی لذت زیادی هم از دویدن میبرم اگر قبلا رغبت روی ترازو رفتن نمیکردم الان می رفتم باشگاه که برم روی ترازو وزن رو ببینم و یادداشت بکنم حالا جهت اطلاع از اون وزن بالای 87 رسیدم به وزن 70 و معمولا بین 67 تا 70 با 170 سانتیمتر قد وزنم متعاقیریان یعنی کردم بازه همین حدود 3 کیلوگرمه. این همه کاهش بست. بعد از سفر رو شروع کلاسها و زمانی که این تجربیات موفق رخ داده بود، همچنان به یادگیری بیشتر در این زمینه ادامه میدادم، چیزهای بیشتری رو حذف اضافه میکردم. دیگه توی خوابگاه زندگی نمیکردم توی یه خونه زندگی میکردم که به اون فروشگاه قبلی دسترسی نداشتم و اون ماست های قبلی که میخوردم رو حذف کردم یعنی به اختیار نه اینم باز توفیق اجباره بود اما بعدها فهمیدم که اون ماست هفت و چهار گرم در صد گرم قند داشته که این واسه یه رژیم کتوژنیک اصلا قند مجازی نیست سیپ های ترش رو که قبلا میخوردم اون هم فهمیدم که خندش بیشتر است حد مجاز اون هم حذف کردم یه چیز جالب که قبلا بهش اشاره نکردم این بود که اوایل گوشت سفید رو راحت میخوردم گوشت ماهی و گوشت مرغ و اینها رو راحت میخوردم اما این تجربه رو داشتم که گوشت قرمز برای من سردرد میاره فکر میکردم که گوشت قرمز برای من سردرد میاره ولی این عوامل مزاحم رو که حذف کردم سردرد من هم برطرف شد یعنی من تقصیر رو گردن گوشت قرمز مینداختم اما وقتی که نون و برنج و سیب زمینی و بقیه قندها رو از معادله حذف کردم این سردرد هم کامل برطرف شد پس اگر خیلی از شما تجربه این رو دارید که غذاهایی رو که توی رژیمی که داشتون پیشنهاد میدیم باب طبعتون نیستن اونها رو اگر تنها بخورید شاید قضیه فرق بکنه یه جوک آخوندی هم هست که یه نفر از یه ملایی میپرسه که اگر من دستم رو ببرم بالا اشکالی داره میگه نه میگه اون دستم میگه نه اگه این پام اینجوری حرکت بدم اشکال داره میگه نه اون یکی پام میگه نه اشکال نداره بعد میاد جلوی اون آخوند با تکون دادن دست و پاش به همون ترتیبی که پرسیده بود میرقصه میگه خب تو گفتی که اینا مشکلی نداره پس رقصم نباید مشکل داشته باشه از این ها تشکیل شده اونا خوندم میگه که مفرداتش خوبه اما مردشور شور ترکیبش رو ببرم گوشت قرمز خوبه اما ترکیبش با نون و برنج و سیب زمینی و لازانیا و پاستا و اینها خوب نیست کره خوبه اما ترکیبش با نون خوب نیست علاوه بر اطلاعات تغذیه که یاد میگرفتم سواد لهستانی خودمم هم سعی کردم که افزایش بدم و دو سه تا واژه کلیدی بود که یاد گرفتم که وقتی میرم فروشگاه اینا رو بهشون دقت بکنم واژه چربی و کربوهیدرات و قند ساده رو یاد گرفتم که اینها رو هر وقت که میرم خرید روی بسته ها نگاه بکنم دیگه خرید واسه من شده بود یه مطالعه وقتی که توی فروشگاه میگشتم میدیدم که یه سری چیزایی که قبلا فکر میکردم خوبن خوب نیستن اونا رو حذف میکردم مثلا چیزهایی که معمولا بالای دو واحد خند در صد گرم داشتن دو گرم در گرم اینا رو حذف میکردم همینجوری خیلی از پنیرا هست شدن پنیرایی که موندن شدن پنیرای گدا موزارلا چدار اینا پنیرای خوبی هستن پنیرای فتا رو دقت بکنید اکثرا از چهار گرم بیشتر هست خندشون و این خیلی خوب نیست اما به حال آنقدرها هم ضرر نداره حالا وقتی که پیشرفته بیشتری کردین این هم به تدریج حذف بکنید همین که بانون نمیخورید گامی بسیار بلندی رو برداشتین اول درسته گفتم حالت یه مطالعه داشتن این خرید اما خیلی هم سخت نیست اصلا سخت نیست یعنی خودم لذت می باردم از این تجربه و به تدریج خیلی از برچسبا رو قندشون رو حفظ می شدم الان با رقم اشار می دونم که یه سوس ماینز چقدر قند داره یه برند دیگه چقدر قند داره ماستا چقدر قند دارن الان ماستایی که استفاده می ماستایی هستن که از شیر نارگیل گرفته میشن اون ماستا متاسفانه پسته خیلی کوچیکه کاش بسته های بزرگتری داشتن. به جای شیر شیر نارگیل میخورم و یه نوع خامه هایی هستن که به اصطلاح کریم خامه ترش اینا هم باز از همون شیر نارگیل به دست میان نیم گرم در صد گرم قند دارن ماست لبنی رو ماستی رو که از شیر به دست میاد اگر خودتون درست میکنید به احتمال خیلی زیاد ماست خوبیه ولی ماستی رو که از فروشگاه میگیرید احتمال زیاد پس از تولید بهش قند افزوده میزنن اما اگر که خودتون توی خونه درست میکنید قند ساده ی آنچنانی نداره بهترین نوع ماستی هم که توی خونه میتونید تولید بکنید ماست کفیر هست که حالا هم بهش میگیم ماست کفیر هم دوغ کفیر به حال حالا هر چیز کفیر که بهش میگید اینا یه کم درست کردنشون دردسر داره برای خودم همینجا هم درست کردم خیلی تجربه لذت بخشی هست خیلی ماده مغذی مقوی و حاوی باکتری های مفیدی هست این بسیار غذای خوبیه و در مورد غذاهایی که میتونید بخورید میتونید یه دیده به اصطلاح مینیمالیستی به قضیه داشته باشید به جای اینکه حفظ بکنید این غذا رو میشه خورد اون غذا رو نمیشه خورد خیلی ساده اینجوری نگاه کنید که گوشت قرمز میشه خورد مرغ میشه خورد بوقلمون ماهی کره اینها رو میشه خورد و حالا از این مینیمالیستی تر هم نگاه بکنید خیلی نخواهید توی عمق برید بدونید که یه آزمایش رو میتونید یه هفته انجام بدید فروشگاه که رفتید فقط یه چند تکه گوشت بگیرید واسه درست کردن استیک هر روز استیک بخورید بدون نون سبزیجات اگر دوست داشتید همراش بخورید مشکلی نیست اگرم نه هیچ مشکلی واسهتون ایجاد نمیکنه اگر مثلا نگرانی یوبوست دارید خود من که اصلا این رو توی دوره گذارم از رژیم کتوشنیک به حاله رژیم گوشت خارانه تر اصلا تجربه نکردم خیلی گذار راحتی بود از بعضی ها شنیدم مثلا اگر جوروگن رو بشناسید که یه پادکستر خیلی معروفه اون مثلا توی یکی از داستانش که میگفت توی یکی از تجربه هاش که میگفت به یوبوست هم اشاره کرد ولی به هر حال حتی مثلا توی تجربه اون هم این یبوست موقتی بوده هر روز استیک بخورید استیک غذا به این لذیزی پس این رژیم اصلا محدود کننده نیست ما رو از غذاهای لذیز محروم نمیکنه و اگر توی طول روز باز گرسنه شدید که احتمالش کمه و بستگی به فعالیت روزانه اینکه در روز چه کار میکنید بستگی داره در طول روز اگر که گرسنه شدید مثلا چارت تا تخم مرغ بخورید پس هر روز استیک بخورید اگر گرسنه شدید چهار تا تخم مرغ هم بخود. ممکنه بگید که حالا استیک گرونه میتونید هر روز کباب ای بخورید بدون اضافه کردن هر گونه آرد یا نون و روش هم کره آب کنید یا روغن حیوانی آب کنید و اگر توی طول روز نتون شد باز چهار تا مرغ چیزی بخورید که نگیتون برطرف بشه دنبال یه برنامه جایگزین میگردید هر روز مرغ سرخ شده بخورید و روش هم کره یا روغن حیوانی آب کنید سیریتون رو ماناتر میکنه چربیش رو بالاتر میبره و باز هر موقع در روز گرست شدید تخم ما بخورید و احتمال اینکه فقط به یه دونه وعد نیاز داشته باشید خیلی زیاده و چون که این غذاها غذاهای خیلی سالمی هستن اگر هر روزم بخوریدشون اصلا ازشون خسته نمیشین برعکس زمانی که مثلا همین مرغ رو با برنج مخلوط بکنید روز بعد بدنتون ارور میده که چرا داری دوباره به من یه غذایی میدی. ولی همین برنج رو حذف کنید کل معادله عوض میشه به سبب همین سیری مانا و تعداد وعدهای کمتر یکی دیگه از تغییراتی که رشمی که در زندگی من ایجاد کرد این بود که آشپزی من رو خیلی بهتر کرد میدونستم که در روز قرار یک وعده یا دو وعده غذا بخورم و به خاطر همین با علاقه با آمادگی ذهنی وقت میگذاشتم واسه اون یه وعده و اون یه وعده رو درست حسابی میخوردم اگرم می شد تخم مرغ همیشه زاپاس داشتم این یه کلی بود از تجربه من از رژیم کتوژنیک که در ادامه من رژیم های مثل کارنیور یا گوشتخواری رو هم امتحان کردم و تقریبا الان میتونم بگم که من کارنیور هستم عمدتا کمتر ماده گیاهی توی غذا مصرف میشه و عمدتا گوشت و همچنین فراورده های حیوانی رو مصرف میکنم و مدت به همین شیوه زندگی کردم و بسیار از نتایجش راضی هستم یه مدت کوتاهی رو هم رژیم گیاهخواری کتوژنیک رو امتحان کردم مثلا هولوش سه ماه یا بیشتر که نسبت به رژیم گیاهخواری ورژن یکم بهبودهای زیادی داشت و از لحاظ سیری خیلی بهتر بودم اما معمولا چیزایی که میتونستم بخورم تخم مرغ بود و کره بود و پنیر اینها پایه اصلی غذایی من بودن و غذا خیلی تکراری می شدن. در کنارشون دانه های مختلف مثل گردو، مغز آفتاب گردان، اینها رو هم می خوردم. اما یکی اینکه سیری مانایی بندازی زمانی که فراوردهای گوشتی و حیوانی رو مصرف می کنید نخواهید داشت توی رژیم کتوجنک گیاهی و همچنین توانای ورزشین پایین اومده بود. همینجور که نشسته بودم مثلا زانو اینهام این هم درد میکرد تغییرات محسوسی رو توی مودم احساس میکردم و به خاطر اینکه خیلی تنوعی نداره کتوژنیک خاری و آنچنان مغذی نیست خیلی زود ازش زده شدم و با وجودی که من میتونم یه غذای گوشته رو چندین روز پشت سر هم بخورم به حتی ماه هم برسه و هیچ زدگی در من رخ نده این دل زدگی رو من خیلی راحت توی رژیم گیاهخواری کتوجنیک تجربه می کردم این یه دیدی کلی بود از تجربه ای من از رژیم کتوجنیک و اینکه هر بار که چیز جدیدی یاد می گرفتم تغییراتی رو مطابق اون آموخته ها توی رژیمم ایجاد میکردم پس پیشنهاد من اینه که به اون اصول اولیه توجه بکنید که اون اصل اول اول و مهمترینش اینه که قند رو کامل حذف بکنید هر قندی که توی تیر رستتونه یه سر هستن قند محرزن میدونیم همون قند حبه نوشابه کیک بیسکویت شکلات آبنبات، نبات شیرینی جات اینها رو کلا حذف بکنید و بعد با دقت بیشتری به غذاهاتون نگاه کنید وقتی که فروشگاه میرید به برچسبا به اطلاعات تغذیه که روش نوشته دقت بکنید و بر اساس اون انتخابای خودتون رو انجام بدید این روی رو که داشته باشید خیلی از اون قندایی رو که قایم شدن توی غذاهای ما میتونید پیدا بکنید به اینا میگن قند نهان مهمتر چیزایی هست که باید حذف بکنیم در درجه بعدی چیزایی هست که باید افزایش بدیم مثل چربی و مواد پروتئیندار و چربیدار مواد غذای حیوانی مثل گوشت و تخم مرغ و کره و بعضی از پنیرها اگر که ما اون خنده محرز رو حذف بکنیم حالا اگر اشتباهاتی هم در کنارش بکنیم اشکال نداره آسمون به اصطلاح به زمین نمیاد مثلا همینجور که گفتم من توی تجربه خودم تا مدت بعدش سیب میخوردم بعد از اینکه رژیم رو شروع کرده بودم در صورت که قندش خیلی بالا بود ولی واقعا داشتم نتیجه میگرفتم و این نتیجه نه تنها واسه خودم نه تنها توی ترازوی توی باشگاه بلکه از دید دیگران هم آشکار و هویدا بود دقیقا میتونید امتحان بکنید اون چیزای اساسی رو اون دشمنای اساسی رو حذف بکنید همین گام اول و اما اساسی رو که بردارید وزنتون بهبود پیدا میکنه مودتون بهبود پیدا میکنه تمرکز و توجهتون توی کاری که دارید انجام میدید بهبود پیدا میکنه خواب آلودگیتون بعد از غذا کاهش پیدا میکنه دندوناتون سلامت بهتری پیدا میکنن و همه اینها باعث میشه که تشویق بشید و رژیم رو بهتر دنبال بکنید و بیشتر در موردش بخونید و بیشتر در موردش اطلاعات کسب بکنید هر بار که چیز جدیدی یاد میگیرید بر اساس اون آمخته ها اون آموخته هایی که براتون مسلمتر تر میشن تغییرات رو توی زندگیتون ایجاد بکنید این تغییرات توی تجربه خودم تا همین الان هم ادامه داره و من هر بار دارم یه چیزی رو امتحان میکنم یه چیزی رو بر اساس پادکست هایی که بهشون گوش میکنم ویدیوهایی که میبینم و کتابایی که میخونم توی رژیم خودم عوض میکنم و مطمئنم که در آینده بعضی از کارهایی رو که الان میکنم انجام نخواهم داد و بعضی از کارهایی رو که الان نمیکنم در آینده انجام خواهم داد مهم این نیست که ما اول کار همه چیز رو بدونیم مهم این هست که ما نکته اساسی رو بدونیم اون نکته اساسی رو رایت بکنیم و برای بهبود زندگی و بهبود سلامت نیاز به مطالعه پیوسته داریم و یه ذهن باز مثل اون ترانه متالیکا که میگه open mind for a different view and nothing else matters حالا اونا اینو در مورد رژیم غذایی نمیگن ولی به اصطلاح قضیه مرگ معلف ما میتونیم این ترانه رو مستقل از کسی که اون رو نوشته و کسی که و کسانی که اون رو اجرا کردن تفسیر بکنیم ذهنمون رو باز نگه داریم و هر روز تغییرات بیشتری رو توی زندگی خودمون ایجاد بکنیم مثلا در مورد همین کووید 19 من هم هم صدا با رهنمودهایی که رایج بودن تأکید خیلی زیادی رو, رو روی در خانه ماندن می در ماندن خوبه اما زیادیش هم باعث میشه که ویتامین دی کافی دریافت نکنیم. باید از آفتاب هم استفاده بکنیم. منظورم این نیست که ما پاشیم بریم بیرون با همه دست بدیم و رو بوسی کنیم فاصله اجتماعی همچنان کار معقولی هست اگر کسی سن بالایی داره بیماری های زمینی دیگه داره بهتر از تماس رو با اون فرد کمتر بکنیم چون که ممکنه یه وقت ناقل بیماری باشیم و عواقب شدیدتری رو برای اون افرادی که حال سنشون بیشتره بیماری های دیگه دارن به وجود بیاریم پس در مورد همه چیز نیاز هست که ذهن بازی رو داشته باشیم علم همین رو میطلبه که ما آموخته قبلی خودمون رو اگر که خلافش برامون ثابت شد بدون لحظه درنگ و بدون وابستگی عاطفی به اون دیدگاه ها اونها رو کنار بذاریم این کل حرفم برای این قسمت بود در پایان هم جا داره که از دوست خودم از دوران دانشگاه به اصطلاح خارجی یا BFF Best Friends Forever بهترین دوست برای همیشه احسان کریمی تشکر بکنم که پادکست من رو روی اینستاگرام خودش به اشتراک گذاشت یکی دیگه از شنوندگان با آیدی اینستاگرامی ابی لیور باز پادکست ما رو توی صفحه اینستگرامیش منشن کرده بود از ابی عزیز هم تشکر میکنیم دکتر طالب نجات که در قسمت قبلی هم بهشون اشاره کردم سنگ تمام گذاشتن هم زحمت این رو کشیدن که متنی رو تهیه بکنن برای معرفی پادکست من و هم روی فیسبوکشون گذاشتن و هم روی اینستاگرام دست شما هم درد نکنه و با علاوه, علاوه بر اون روی پیتریان هم از من حمایت کردن سپاس از همه شما و پیروز کامیاب باشید